سلام، توی برنامه کوتاه میخوام بهتون نشون بدم که برای دوستانی که اسباب کشی کوچولو دارن، یه مبل میخوان این ور اون ور ببرن یا چیزی، چطور میتونن یک ترانسپورت میتل، یعنی یک وانت یا ون یا هر چی که اینجا بهش میگن، برای من تن از اون پیدا بکنن. یکی از راهاش اینه که توی اینترنت بزنی ترانسپورت میتن، گوگل بزنید در واقع، بعد یه سری آنبیته ها، یعنی شرکت ها هستن که این رو در اختیار میذارن، در اختیار مشتریان میذارن. نتیجتا 100% باید گواهی نامه داشته باشین، گواهی نامه پای دو و یه سری از این چیزایی که لازم هست که آدم رانندگی رو انجام بده. بوخ بیندا یکی از مشهوراش در واقع، معروف تو کل آلمان همه میشناسن. هرتز هست، اینه که با رنگ زرد هستش مارکش و لوگوش و این حرفا. بعد سیکس تو داریم، سیکس مارکش همین نارنجی و سیاهه. آویس تو داریم، قرمزه. شرکت های مختلفی هستن، اوروبکار هست و همینجور هم بهشون اضافه میشه. بعضی ها هم میتونن توی لوکال، یعنی توی اون محله هایی که خودشون زندگی میکنن، شرکت های توی همون محل یا دهات خودشون رو پیدا بکنن. بعضی ها مثلا هستن که فقط توی دو سه تا شهر فتختن هستن، وجود دارن، و بعضی ها هستن که در کل آلمان پخشن. بعضی ها وسط زود دویچلند هستن، بعضی نورد دویچلند هستن، وست دویچلند. ولی چیزایی که همه در سر تا سر آلمان میشناسیم همین بوخبیندا، هرتز، سیکس و اینا هستش. به صورت مثال میتونیم بریم سیکس تو بریم نگاه کنیم با هم دیگه، و اینجا میتونیم مثلا پلاتسیو که توش زندگی میکنیم بزنیم. حالا من بون هستم، میتونم برم فلوکافن بگیرم، میتونم بانهوف بون بگیرم. تاریخی که میخوایم رو انتخاب میکنیم، حالا مثلا زونتاگ نه مونتاگ میزنیم. بیزه با اخت زی مکسیمال، اوکی احتمالا اینجا زدیم که اوکی باید یه روزی لاقل داشته باشیمش. بعد کجا میخوایی بدیش پس، مثلا میخوایم کلن بدیشمش پس. بله، این علاوه ماشینا رو برای اون میاره، من توجه نکردم در موردش، اینه که همه رو نشون نده به ما. در واقع مینیبوس ها رو نشون بده، نه مینیبوس هم که از همین این چیز هاست. آخ منو باش، میخوام به شما یاد بدم آقا. باید بریم در موردش توی الکافه میتن اون بالا بعد بزنیم. یاد گرفتین؟ خیلی خوب، ساعتش رو این چیز رو انتخاب میکنین و بعد میتونیم ببینیم که مثلا یکیش رو از روزی 19 یورو میتونیم بگیریم. یادتون نره که دیتیلش رو بخونین، بعضیش اینکلوزیو 100 کیلومتر هستن، یعنی 100 کیلومتر اول شون حساب شده، و بعضی هستن تا 500 کیلومتر هستن. وزنش رو میتونید توجه کنید اگه چیز جنس سنگینی دارید. یکی از مسائل دیگه که خیلی ساده و سریع پیش میره، مثلا دودیبوس هستش که یه ارگانیزاسیونیه برای دانشجوها، اسمش هست studibus.de. تو اشتاتتون میتونید ببینید که هست یا نه. اینم تو خیلی از شهرهای بزرگ آلمان فرتختن میشه. ما مثلا تو بون زندگی میکنیم، وایتا. اوندن میتونه آدم ببینه که برای چه روزهای فری هستش، آزاد هستش. ساعت 6 تا 1 کنیم، 2 تا 9، 9 تا 6 صبح. 35 یورو هستش برای هر بازه زمانی، یا 25 یورو بود خواهیستاش اینجاست، و کل روز اگه بگیری 35 یوروه. کل روز 35 یوروه، اگه مثلا 6 تا 1 و نیم بگیری 25 یورو، 2 تا اینا، یعنی هر 6-7 ساعت بگیریش 25 یوروه، ولی کل روز یعنی 3 شیفت رو بگیریش 35 یوروه کلا. 150 کیلومتر، حالا این کیلومترها رو جدا حساب میکنه. کیلومتر جدید یعنی کیلومتر اول 26 سنت پر کیلومتر، و هر وایتقه کیلومتر، یعنی از 151 کیلومتر به بعد، کیلومتر 16 سنت باتون حساب میکنه. سوزتلیش چیزی که به این اضافه هم میشه پول بنزین هستش، که اونم یه پاوشاله میگیره، چون شما نباید بنزین بزنید. اونم کرافشتوف پاوشال پر کیلومتر 16 سنت هستش.
قیمت لیستش و اینا رو میتونید از توی این PDF داکومنت بخونید دقیق ترشو. اگه سوالی بود برای من کامنت بذارین این پایین و خوشحال میشم که بتونم سوالهای شما دوستان رو جواب بدم. تا ویدیوهای بعدی آرزوی خوشبختی برای همتون میکنم و به امید دیدار شما. خداحافظ.